رئیس اداره مبارزه با تروریسم سازمان ملل گفت که حدود 27 هزار تروریست خارجی در سوریه و عراق حضور دارند. ولادیمیر برونکوف گفت داعش پس از کشته شدن ابوبکر البغدادی جایگاه خود را در سوریه از دست داده. با این وجود این گروه رهبر جدیدی معرفی کرده و همچنان تهدید اصلی تروریستی فراملی را باعث می شود. او تاکید کرد که ما باید بیدار باشیم. و در مبارزه با گروه تروریستی داعش متحد عمل کنیم چرا که آنها تمامی تلاش خود را برای بازسازی و احیای توانایی های خود به منظور انجام اقدامات پیچیده تروریستی ادامه میدهند به گفته وارانکوف هسته های منطقه گروه داعش با استفاده از مشکلات محلی به راه برد تحکیم و تثبیت در مناطق درگیری ادامه میدهند رئیس اداره مبارزه با تروریسم سازمان ملل متحد همچنین اظهار کرد که انتظار می رود با توجه به تعداد زیادی تروریست های خارجی که به عراق و سوریه نقل مکان کردن آنها در کوتاه مدت، میان مدت و یا بلند مدت تهدیدی جدی به وجود آورند.